عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. بیتی از حافظ. به بیان من معنی این بیت میتونه این باشه: عشق را تجربه کن و الا وقتی که از این دنیا بروی پشیمان میشوی. عشق پشیمانی ندارد. عاشق بودن یعنی کار درست را انجام دادن، چه در مقابل دیگران، چه در مورد خودت و چه در مورد خداوند. اگر چنین نباشی، آنچه برای آن خلق شده ای را واگذاشته ای و زندگی را به بیهودگی ضایع کرده ای. سلام. در این فیلم دو نکته، یکی مربوط به یک نوای تابه، یکی مربوط به پیوستگی تابه، مربوط به ریاضی 12 رشته ریاضی و رشته تجربی رو با هم میبینیم. سلام. تو این فیلم یه دو تا نکته مهم که خودم تو فیلمم این نکته رو به دلیل اینکه چاپ سال 97 اولین چاپ کتاب حسابان دو بود و ببینید در مورد تابع یک نوا چی گفته، رعایت نکردم به دلیل این نکته. ببینید، تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا فقط نزولی باشد یک نوا میگوییم. یعنی این تابع ثابت در سال 97 یک نوا حساب نمی شده. الان این تغییر کرده، یعنی از سال 98 به بعد این اومده اینجوری گفته: به تابعی که در یک باز صعودی پرانتز نزولی باشد یک نوا می گوییم. یعنی تابعی که صعودی باشه یا نزولی باشه یک نواه. این تابع صعودیه، میتونیم صعودی در نظرش بگیریم یا نزولی در نظرش بگیریم، بنابراین یک نوا هست. اما توی منابع انگلیسی خیلی قشنگ تعریف کرده و ما اونو اگر ملاک قرار بدیم دیگه خیلی خوب متوجه میشیم. اما ببینید، وقتی که توی ریاضی ما میخواییم یه تعریفی رو داشته باشیم باید خیلی دقیق باشیم. اگر ما میگیم این تاب یک نواه در سراسر دامنش باید افزایش یا کاهش داشته باشیم، اینجا ثابته. پس چی؟ اینجا همون تعریف اصلی رو نگاه کنید. میگه چی؟ اینجا رو نگاه کنید. یک تاب یک نواه غیر کاهشی، یک تابع یک نوا غیر افزایشی، و این تابع یک نوا نیست. پس وقتی میخواییم تعریف کنیم میگیم تابعی که غیر افزایشی در سراسر دامنش باشه و یا غیر کاهشی در سراسر دامنش باشه میگیم یک نوا. نمیاییم بگیم در سراسر دامنش افزایشی یا در سراسر دامنش کاهشی. این نکته ظریف رو اگر دقت کنیم، اون وقت وقتی میرسیم به این تابع ثابت در سراسر دامنش غیر افزایشیه، در سراسر دامنش غیر کاهشیه و بنابراین یک نواه. چند تا اصطلاح رو دقت کنید: صعودی، نزولی، اکیدن صعودی، اکیدن نزولی، که به اینا، به این دوتا میگن اکیدن یک نوا. به تابعی که در دامنش صعودی یا نزولی باشه میگن چی؟ یک نوا. حالا نگاه کنید، این تابع ثابت چیه؟ گفتیم تابعی که میتونیم صعودی در نظرش بگیریم، چون صعودی میتونیم در نظرش بگیریم یک نوا. میتونیم نزولی در نظرش بگیریم، چون نزولی در نظرش میگیریم میتونیم بگیم یک نواه.
تابع صعودی و نزولی رو چی تعریف میکنیم؟ تابع صعودی رو میگیم اگر x2 بزرگتر از x1 بتونیم نتیجه بگیریم fx2 بزرگتر مساوی fx1. یعنی چی؟ یعنی اگر داره x افزایش پیدا میکنه مقادیر y یا اضافه بشه یا ثابت بمونه. برای نزولی میگیم x2 بزرگتر از x1 بتونیم نتیجه بگیریم fx2 کوچکتر مساوی fx1 میگیم نزولی. برای اکید میگیم x2 بزرگتر از x1 دیگه مساویش نیست، فقط باید مقادیر y اضافه بشه و x2 بزرگتر از x1 اگر نتیجه بگیریم fx2 کوچکتر از fx1 میگیم اکیدن نزولیه. پس این تابع یک نوا سعودی و نزولیش هم که هر کدوم در نظر بگیریم مشکلی نداره. اما این مثال خیلی خیلی مهمیه. این تابع سعودیه اما اکید نیست چون اینجاش ثابته. اما اگر از این قسمت مثلا 2 باشه، همینجایی که شروع شده اضافه شدن تا مثبت بی نهایتش، تو این بازه اکیدن سعودی، اکیدن یک نوا. و یه مثال خیلی خیلی ظریف، این اومده اینجا، بعد مثلا از اینجا، مثلا این بازم این وسط خالی، اینم مثلا خالی، اینم خالی، میگه که در با اینو بذاریم 1، اینو بذاریم 2. میگه در آر چیه؟ میگیم در آر هیچی نیست، این قسمتشو نگاه کنید ثابته، میتونه سعودی یا نزولی باشه، این قسمت سعودی. اگر اینجا رو در نظر بگیرید ایگرگ پایین تره، اینجا رو در نظر بگیرید ببینید اینجا مثلا 2.5، 2.5 بزرگتر از 0 اما مقدار اف 2.5 کمتر از، پس نمیتونیم در مورد آر هیچ چیزی نتیجه بگیریم. اما از 2 تا مثبت بی نهایت اکیدن سعودی، یعنی اینجوری خود 2 هم نه، اکیدن یک نوا. از منهای بی نهایت تا باز 1 میتونید سعودی یا نزولی یک نوا در نظر بگیرید. اینم که مثال خیلی خوبی هست تو این کتاب، اومده گفته به تابعی که در یک بازه فقط اکیدن سعودی یا فقط اکیدن نزولی باشد اکیدن یک نوا میگوین. نمودار تابع رو داده، گفته در فاصله منهای بی نهایت تا منهای 1 تابع ثابت یک نوا، از منهای 1 تا 0 اکیدن نزولیه و در 0 تا مثبت بی نهایت اکیدن سعودیه. یعنی چی؟ یعنی از 0 تا مثبت بی نهایت اکیدن یک نوا هم هست، از منهای 1 تا 0 اکیدن یک نوا هم هست، اما توی خود منهای 1 تا مثبت بی نهایت نه، هیچی نیست، یعنی حتی یک نوا هم نیست چه برسه اکید. اما یه نکته دیگه هم در مورد تابع پیوسته ببینید، این سایت خیلی خوبی ماس ایز فان، مباحث زیادی داره. اومده اینجا گفته این یه تعریف غیر رسمیه که اگر نوک مداد رو بذاریم روی کاغذ و بدون اینکه بلند کنیم یه تابعی رسم کنیم، تابع پیوسته است. میگه این تعریف غیر رسمیه اما ایده خوبی میده. اما اون نکته‌ای که من میخوام اشاره کنم اینجاست. ببینید این تابع مثلا ایگرگ مساوی یک ایکسومه، میدونیم تو صفر اصلا دامنش نیست. اگر بگیم توی آر این پیوسته است، میگید نه تو آر که پیوسته نیست چون اینجا گسستگی داره. اما اگر من سوال کنم از شما در دامنش پیوسته است یا نه، چی میگید؟ دامنش چیه؟ از منهای بی نهایت تا صفر، از صفر تا مثبت بی نهایت. بله در دامنش پیوسته است. چرا؟ نگاه کنید، اومده این پایین یه مثالی زده، گفته درست یک بروی x منهای یک
توی یک ناپیوسته است. در اعداد حقیقی ناپیوسته است. اما اگر بیایم این بازه رو x بزرگتر از یک در نظر بگیریم، میتونید تو x بزرگتر از یک پیوسته است، تو x کوچکتر از یک هم پیوسته است. پس میتونیم بگیم تو دامنش پیوسته است. اینجا هم اومده گفته به عبارت دیگر g x در جایی که شامل x مساوی با یک باشه مقدار نداره، بنابراین اون پیوسته است. هنگامی که یک تابع پیوسته است در بازه دامنش، اون یک تابع پیوسته است. خیلی خیلی روشن اینو گفته. حالا یک نکته ظریف دیگه، این تابع ایگرگ مساوی با رادیکال ایکسه. میدونیم از صفر تا مثبت بی نهایت این تابع تعریف شده، تو این بازه پیوسته است. دیگه نمیایم بگیم تو صفر پیوستگی راست داره، توی این بازه چون این سر بازه است از اینجا به راست پیوسته است، دیگه میگیم پیوسته. همون تعریف غیر رسمی، نوک مداد رو میذاریم بر نمیداریم. اینجا هم نگاه کنید ایگرگ مساوی یک ایکسوم، اینجا نوک مداد رو گذاشتیم، نوک خودکار رو گذاشتیم بر نداشتیم، دیگه صفر جزء دامنه نیست، دوباره پریدیم، نه اینکه برداشتیم، جزء دامنه نبوده، اجازه داریم برداریم. وقتی که این دوتا نمودار کنار هم قرار گرفتن، یه حسی به هم گفت این دوتا با هم یه فرقی دارن. درسته دوتاشون توی دامنشون پیوسته است، اما واقعا مثل همن؟ ایگرگ مساوی یک ایکسامو گفتیم توی آر پیوسته نیست، چون تو ایکس مساوی با صفر گسستگی داره، جزء دامنش نیست. اما ایگرگ مساوی رادیکال ایکس توی آر پیوسته است. بله، چون دامنش دوتا بازه نشده، پس میتونیم بگیم که توی آر پیوسته است. این دوتا نکته مهم ما گفتم بگم. ممنون.